بر دیگر درود میگویم بینندگان ارجمند و این برنامه بعد از بازی است که مستقیما در همین وقت و ساعت پیش میاد شما میشود. شتاور شما آگاهی دارد چند از پیشتر از این در شهر ریاض عربستان سعودی رقابت های دور گروهی لیگ چمپیون ها در گروه ا خاتمه یافت. استقلال نو واسه از اون که از حریف خود اگمکا دوچاری باخت شد توانست البته در گروه موقع صدرنشینی خود را نگاه دارد، اون هم با شرافت پیروزی دسته شباب الاهلی در بازی دیگر بر مقابل دسته الهلال از عربستان سعودی اتفاق افتاد. خب برای تحلیل بررسی رقابت های گروه ا رقابت های دور ششم آن زمان کارشناسان دویمی ما در استودیو قرار دارند، محترم انور میزویف و همچنین طاهر جان مومینوف، و ما اطراف بازی دسته استقلال و حریف آن اگمکا صحبت میکنیم. خب خلاصه ها از بازی که دویر کردیم چگونه بود و بعدا به وسط با جریان تحلیلی بیم روی دوتا اتفاق افتاده میگذاریم. ما همجوری تماشا کردیم بازی رو، سخنان شما رو شنیدیم، شما خوب شروع کردید و مشکل بود برای تماشا این بازی از سبب این که معلوم است که بچه ها بسیار خسته بودند و معلوم شد که چیزی که ما سخنان گفتیم پیش از بازی که برای اگمکا یکون مشکلات نیست، آنها یکون شرط ضرور ندارن که بر ما غلبه کنند، برای اینکه آنها در زینه اخیران بودند و برای همین هم آنها بسیار آزاد بازی کردند، گرچند که در یک قسم اولی بازی بسیار سوس بازی کردند، در قسم دوم از حساب دیگرگونی در حیات خود کانتر بازی رو دیگرگون کردند و باز هم گفتنی هستند که در این بازی نرسید، نه نوردین دورانوف نبود، نبودن او بسیار مشاهده میشد، باز زیادتر زویر جورابویف برای اینکه از طرف چپ زیادتر حریف هجوم میکرد و از ضعیفی طرف چپ میدان بسیار خوب استفاده بردند. Также хочу сказать, что нехватка сегодня Зуира Джурабаева, Нуриддина Даурона сказалась на игре Стеклова. Самое главное, самое интересное, знаете, вот у нас сейчас мы сидим, у нас эмоции, непонятные эмоции. Да. Мы сидели, переживали, и Стеклов проигрывал, и сидим, переживаем, выйдет, не выйдет из группы. И тут в конце мы узнаем, что Аль-Шабаб выигрывает, у нас эмоции переходят в радость, то, что Стеклов вышел из группы. И поэтому на нашем лице такое нет и радости лицом мы не можем, да, это все внутреннее у нас идет. Мы очень сильно болели за Стекло, чтобы он сегодня вышел из группы и играл. Немножко, если статистику посмотреть, мы смотрим, что Левченко немножко отошел от своей игры, от своего плана отошел. Такие провалы Левченко себе не позволял, значит, может быть, это связано, что Зуира Джурабаева из трех центральных защитников не было сегодня в центральной зоне, плюс Нуриддина Даурона. Владение мячом доходило иногда до 40% у Стеклова, а качество игры в обороне хромало. Очень много ошибок было сегодня. Я понимаю, что ребята устали, понимаю, что очень тяжело шестой матч играть, понимаю, но сегодня был такой груз ответственности, а результат, видите, неположительный. Очень много ошибок было в линии обороны. بله، خوب حالا بینندگان ارجمند ابتدا بیاید به جدول گروه توجه کنیم تا اینکه همون حالاتی که بالاتر ما و شما گفتیم برای ما و شما عیان شود و چطور میبینید دسته گروه ا بازی خود رو جمع بس کردند. استقلال البته در گروه با 10 امتیازی که قبلا به دست آورده بود صدرنشین باقی میموند، اینم به آن خاطر است که آنها در بازی رفت بر مقابل الهلال با فرق بهتری توپ ها غلبه کرده بودند و محض همین عامل یعنی غلبه 4-1 اینجا نقش مهم بازید. بله، از حساب همین به فکر ما به درجه یکم هستیم و راستی اگر که به فکرم اگر که دسته حریفی که با دسته هلال بازی کرده شباب الاهلی اگر که هم تا همین درجه خوب بازی نمیکرد، اگر که دسته الاهلی غلبه میکرد، من فکر دارم که شانسی ما برای برآمدن به دور دیگر مشکل تر میشد. چه که تورجان گفتن ما تماشا کردیم بسیار در حالاتی نه اونقدر خوب بودیم وقتی که دویم گل بله بله و بعدا چه که معلوم شد دولت های بسیار در کاری ضروری اون خیلی که پیش بازی میکرد دستش خوب خود بازی نکرد و در حالت در کاری من فکر میکردم برای چی محمد جانی حسن در یک بازی بسیار خوب بازی کرد، دیگر بازی و از دیگر بازی نکرد دستش بازی امروز معلوم شد، یعنی که لیفچی که خوب میدونست که محمد جانی حسن و دیگر بازی که در پیش بود تیار نبود. در این بازی دو سه حالتی که بود، حالتی که خوب بود و در حالتی در کاری بود او پاس میداد، او دو بار سه بار با هوا رو زد، دو سه حالتی نه اونقدر خوب بود. باز گفتنی هستم
اکنون جایی چی هم نیست احتم نظر رو و فکرم نسبتا کانت سوستر بازی کرد و همچون سروانی دسته تیم ملی تاجیکستان و همچون یکی از بازیگرای با تجربه دسته بار دسته بلندتر باید بازی میکرد اما افسوس که این نشد و دسته در همین نسبتا نسبت دیگر بازی که بازی کرد سوستر بازی کرد. خوب بیاید اکنون با رویدادهای رفت این بازی و بسا با خرانالوگی هم توجه کنیم یعنی از قسم یکم شروع کنیم. در قسم یکم در مجموع رویدادها اونقدر زیاد نبود. سه ضربه استقلال زد، شش ضربه اگم که و تنها یک ضربه روز بود و اون هم از جانب فوتبال بزنیم و احتیاط کاری از حد زیاد بچی رب داشت در آغاز بازی. Ну, во-первых, тактическая его тактический рисунок, модель игры, то, что он выдвинул Вадада Ханунова в линию атаки, он не сработал. Вадад Ханунов не цеплялся за мячик, очень много нарушал, очень много бесполезных фолов, когда мячик снова отдается сопернику, и соперник начинает атаку, и снова приходится отбирать мячик. Это, я думаю, что неоправданно. Во втором тайме Вадад Ханунов спустился в опорную зону, а Маучер вышел вперед, и немножко игра изменилась в лучшую сторону. У нас пошли целенаправленные атаки, мы стали бить по вороту, мы стали атаковать и разнообразно, а в первом тайме этого не было. بله امون لحظه‌ای که وحدت هنوف در قسم یکم چگونه حرکت کرد برای ما شما نشان داده میشد قنام چیزی که شما بهتر گفتید به طور ضروری از همین جایی واس کنیم و نفت نم از حریف خود بسیار خوب میگرزد اما در حالتی که باید اون پاس یاد با توپ رو با بازیگر خودمون پارت با رستم پارت او همون با پیش پیرواد و توپ رو گم میکنند این دو سه حالت هم میکرد شد و برای من هم وحدت چه که تو اینجا گفتن در حالت‌های درکاری او خوبتر می‌بکند در قسم خفوت بازی می‌کرد و ماوچه همچون بازی‌های پیش در پیش حرکت می‌کرد این نستر می‌شد و من گفتم می‌توانم که دسته گیم کرد در این بازی نه اونقدر خوب بازی کرد اون بازی که ما از او منتظر بودیم در قسم یکم بازی اون تماما نبود ما در حالتی بود که به طور فکر که دسته گیم کرد نمی‌خواد غلبه کنه در این بازی بسیار بله. اما بعدا معلوم شد که سرمربی میخواست دیگر بازیگرهاشون را سنجد بهتر دیگه وقتی که دو سه بازیگر خوبترش به میدان برآمد قوت های بسیار مشکل برای استقلال پیدا شدند که همون رقم ده غفوروف بعد دیگر بچه هایی که در آمدن اونا بازی رو بسیارتر زیادتر تیزتون کردن و برای همین هم در این حالات بچه های ما حالات هایی که آنها باید مثل بازی های پیشتر برطرف میکردن اون نشد و برای این هم مشکلات پیدا شد حساب دو بر نال شد و فقط از حساب اون که در قسم پیش ما بچه ها خوبتر و نصر حرکت کردن و مثل رستم سویروف و مثل علی شیر و ماوچر جلیلوف با اون آورده رسون که ما در حالات درکاری ضربه یوزه میتره گرفتیم و زدیم به دروازه و بطر باز دو سه حالتی هم داشتیم. خب بیاید اکنون با آغازی انامون رویدادهایی که در قسم دوم بازی بود توجه کنیم چی طور میبینیم استقلال قسم دوم رو خیلی خوب شروع کرد فاولی آنها احساس میشد و چند امکانیت خوب هم با وجود اومد اما ما از آنها استفاده نکردیم و بعدا برعکس شد رقیب یک مدت معین برتری داشت و آنها با زدن دو گل دست یافتند. Здесь можно так сказать. Я не знаю, по какой причине не играет Даган. Может быть, у него какой-то рецидив травмы. Может быть, он не готов что-то. Может, болеет. По второму тайму, когда мы начали проигрывать, мы стали больше атаковать, больше находились в штрафной площади. Но в этом моменте, значит, Рустам Сойеров – это игрок скоростной. Ему нужно пространство, ему надо убегать. Тогда он выглядит прекрасно. Ну, хорошо на поле. Манчер Джалилов – то же самое. Он не габаритный, он любит пространство, он тоже любит на скорость. И в этих моментах, когда такой футбол начинается играть, когда ты поджимаешь соперника в штрафную площадь, нужен один габаритный центральный нападающий, типа Дагана, тогда бы он его использовали. Я опять же говорю, я не знаю причину, почему Даган не играет. В таких моментах нужен центральный нападающий таранного типа, который просто продавит оборону соперника. من یک دیگر فرمی دوگان رو با رستم سویروف یا با ماوچر جلیلوف خوب میدونم که اونها یک دیگر فرمی خوب دارن یک دیگر فرمی ماوچر جلیلوف با رستم سویروف خوب است اما امروز افسوس که با خانون وفادت یک دیگر فرمی با رستم سویروف نه اونقدر خوب بود اما بهتر بود که وادت نسبتا خفوتر رفت و در بپیش ماوچر رفت حالتوی خوب باید پیدا شدن از این من فکر دارم که باید از اول همین خیلی بازی زیادتر ما کوشش میکردیم که گل اول رو زنیم در واقع برای ما نسبتا آسان‌تر میشد در قسم اول بازی
دو سه حالتی خوب هم داشتیم. یک حالتی بود که دوباره بازی، یک حالتی خوب هاتی که بام بدن بازی حریف یک ضربه زدیم تو با دست موزگر دست رسید، اما حالت ها به نظر نگیبتی بار نگیریفت. این حالت ها بودن دو سه حالتی که بود، زیادتر با ما کورت زردشون داد. خیلی چی گفتن ممکن است دوباران اوستیو همی خیلی هستن، آنها نمیمونن که فوتبالی ما همچون فوتبالی اوروپا باشد، یکی زیادتر رقابت باشد. برای همین هم من فکر دارم که قسم دویم بازی نسبتا بچه های ما بعد در آخر قسم دویم نستر بازی کردن، اما کمتر دیر شده بود. برای همین هم بعد حساب 2-0 ما باید با اون آورده نمیرسونیم که حساب 2-0 میشد. خوب، اما حالات که تو با دست رسید بود دیگر برای ما وشم پیشنهاد کرده است، این هم بعد از گذاشتنی رستم سویروف بود. مسافه نزدیک بود بین دو فوتبال بازی دسته اگیمکا، شاید همین چیز رو به اعتبار گرفت، چون در بازی گذاشته استقلال بر مقابل شباب الاهلی همین گونه حالات که تو با دست نمیدین دوران فرسیده بود، اونجا هم پنالتی نگذاشته بود. من رسید یک قانون قایده دوباران هر روزی باز می شود، اما من باید فوتبال همیخ برای از اون فوتبال نظمی باید که تو با دروازه دروازه که وقتی گل شود. در هر حالت وقتی که ما یگان از این صبح یگان قانونی نام هر خیل حالت رو ما با طرفی که گل نزدن اگر فهمونیم اونقدر خوب نیست. در این حالت تو با دروازه رفته است، تو توپ رو یک از محافظه‌گران میگردونه و به دست یک محافظه دیگر میرسه. رسید ندادن نکرد هست، همون قسمی چی نزدیک است یا که دور است، باید فکر کنیم که باید تو باید به دروازه رود، یعنی که در این حالت محافظه‌گر خطا کرد. خیلی من اکنون در این حالت گفته نیستم، اما این حالت ها بسیار هستند که در از حساب همین قانون های نامه که برومد در از دوباران کمتر فوتبال از اون بوی میتید فوتبالی زیبا. بله، я тоже придерживаюсь такого мнения. Я не могу обсуждать судейские ошибки или какие действия судья принимает, потому что сейчас каждый день новые правила, и с этими правилами даже судьи сами не разбираются, в каких моментах назначать пенальти, в каких моментах не назначать пенальти. Хуб, акнун бе таваджу кунем ба лахзаи ки дастаи АГМК фаул шуд ва ду гол ба дарвозаи мо зад. Ин оғози ҳуҷуме аст ки дар дақиқаи 67-ум мо бошдио ки онҳо дидем ва бубинед дар анамин гуна вазъиятҳои стандартӣ бештари вақт футболбозони дастаи АГМК кӯшиш мекарданд тӯбро ба кунҷи наздики дарвоза партоб кунанд ва зарба зананд. Ин дафъа ҳамин гуна ҳолат ва ҳам муҳофизатгар Ларин ва ҳам дарвозабон аст, аммо мо иҷозат медиҳем ки рақиб аз анамин як тарқиши хурди ба вуҷуд омада истифода карда ба дарвозаи мо гол зад. برای ما بازیایی که با دستای عرب کرده بودیم، با دستای الاهلی و با دستای الشباب، اونجا همین خلقاتوی که وقتی که بازینگر نیم مفزگر دستای حریف اگر به هجوم میگذشت، برای دادن این پاس یکون شرایط نداشت، برای که سری وقت ما اون رو محکم میکردیم. اما در اینجا بسیار آزادانه آنها توپ رو گرفتن، بسیار آزادانه به مرکز به میدانچه دروازه‌بان پرفتن و در این حالت لارین کمتر دیرمون از این حالت و گل با دروازه ما شد. در حالت دویم باشد، اینجا من چه که گفتم نبودن زویا جورابایف تاثیرش رسید، یعنی در این حالت بیند که نه محمد جان رحیمو و نه احتام نظرف در حالتی که از طرف از کنج اونها در محافظت حملهور با دروازه ما ضربه میزنند، اونها هر دوشون نیستند، اونها در نزدیکی خطی چی بیرون هستند. برای همین هم در این حالت ها در بازی های پیشینه این خیلی خطاگی هایی که بسیار دغلانه است از حساب بازیگرای ما نبود، در این بازی ما کمتر بسیار با فکر کردیم که بسیار آزادانه ما به دسته اگر غلبه میکنیم و در وقت هجوم اونها بسیار ما یک کمتر بیپروایی کردیم. بله، کمی فرق بولید. Здесь еще знаете какой момент, 5 игр играет 3 центральных защитника, это Мишенька, Ларин и Джурабаев. Шестая игра, очень важная, ответственная. Джурабаев микротравма, по каким причинам не играет. Выходит Ахтам Назаров, который в этой позиции уже не играл. Он играл чуть выше в позиции атакующего защитника. Поэтому неслаженность этих действий. Сегодня сказалось, что первый гол где-то защитники чувствовали, что синхронности нет. Второй гол это вообще провальный. Ну, футбол без ошибок не бывает. Если футбол без ошибок играть, тогда он не будет интересен. Тогда и голов не будет, ничего не будет, понимаете. Ну, еще раз я склонен к тому, что вот
разломала цепочка трех центральных защитников и начались проблемы. Можно поменять нападающего, можно поменять полузащитника, но три центральных защитника, один из них выпадает, это большая проблема. برای در دو بازی که با دسته عربا بازی کردن زیادتر قوت خود رو در میدان موندن برای همین در بازی با دسته عربا که باز هم در کوب که غلبه کردن زیادتر محنت کردن اما حالتایی که چیکار کرد توجه گفتن در حالتای در کره در وقتی که باید همون چیکار که میگن زمینو یک خل بود که یک جوی کار کردن همون نبود برای همین هر کس در هر کجا و در وقتی هجوم حریف ما در حالتی بود که دو تا محافظه‌گر ما فقط در میدان بودند در قسم خفا آنها دو سه نفر با هجوم داشته بودند در این حالت ها در بازی های پیش نبود در این بازی شده میخیر خوب اکنون بیاید با قسم پایانی رقابت توجه کنیم استقلال وقت با فرق دو گل خفا میمون تشبس رو با دست خود گرفت و چندین هجوم های خفناک رو آنها سازمان دادند خب در آغاز دقیقه 86 ما پنالتی کار کردیم و بعد از این هم چند وضعیت دیگری خوب با اشتراک فوتبال بزنیم ما بود که میتوانیستیم انتو گولی دویم رو هم به هدف رسونیم نو پسمتریتیم از دیست سالکنولیس с манерой игры Стеклова, который Стеклов проповедовал, значит, на протяжении вот этих всех игр, когда все игроки команды Стеклова находились внутри штрафной, все перекрывали зоны, и невозможно было вскрыть эту оборону. Ну, здесь я показываю то же самое. Вот хорошо этот момент Рустам Сувиров сам заработал пенальти, он использовал. А другие моменты, когда 8 человек, 9 человек команды АГМК находились внутри штрафной площади, тут надо было немножко тонко сыграть, здесь плотность обороны, и мы здесь не смогли использовать это. Да, шумо мушо это когда человек только в танк возил, шумо мушо это когда я кидал вахти, ки мою дар кис микрофон достаю, а гемка чорио пан нафар фахат будан. Дар хвату я ки бозил пеши не буд, мы медидем ки я одну нафар мовзега достаю харив буду, а мы хуптар хожу мекадем. Ин дар им вахт мушкельтар буд, барой شکستن یا همون موفقیت دسته حریف باید چه که تو گفتن زیادتر باید فکرای خوبتر میکردن و زیادتر حرکت‌ها تیزتر میکردن اما این کانترک نبود در آخری بازی حرکت‌ها خوبتر شدن اما وقت کمتر موند من فکر دارم که اگر تخمین یگان 5 دقیقه اگر اضافه میشد اگر ما دویم گل هم زدن میتونستیم اما خوبتر میشد که ما از اول بازی خوبتر بازی میکردیم اخلا با دسته اگر که مساوی بازی میکردیم بلی. اما این فوتبال است و در فوتبال هم خیلی معجزه و عجب بود میشه که اگر گرچه که تو هم بوده باشی در گروه دیگر در بازی دیگر هم خیلی میشود که مثل دسته استقلال از حساب بازی دیگر بازی حریفانی که در دیگر میدان بازی میکردند راحت به بازی های نهایی گرفت و این هم همون حریفی است که از ما دوچاری باخت بسیار اعلام آور شد در دکه اول دو هفتم گل زد دسته ای که چند کرده چمپیون مملکت خود است با دسته ای که سه کرده چمپیون لیگ چمپیون های آسیا است و من فکر دارم که یک قهرمانی برای استقلال است که با این خل دسته با حساب 4 برای غلبه کردن و با دسته حریف یگان شانس ندادن که خوبتر و نصر بازی کردن من فکر دارم که یک قهرمانی دسته استقلال بود اگر که امروز استقلال هم اگر وای می‌دود از گروه هم اگر نمی برومد استقلال برای ما قهرمان بود بله با همین اشتیاقی که در سال اول داشت و قهرمان بله. نشون داد خب من می‌خواستم در مورد همون پنالتی که از جانب رستم سویرف اجرا شد فکر شما رو بشنوم در حیات فوتبال بزرگ نسبتا با تجربه دیگر هستند چی در تیم ملی بازی می‌کرده باشند چی در خود استقلال اما چرا با او باور کردن اجرا کردن پنالتی رو Мы тоже задали такой вопрос друг другу. Совбат кадем, то и после таких барочей, Рустам Минат, да, вахте, ки, он же Алишер Джалилов, вас, Вадигар Бачуастан, да, тим Ахтам Назаров, да, тим Истихлов, да, тим Мили Зарбови, за Митра Мезад, да, чам возил Охир, Ахтам Назаров, он дает дорогу, ки, на там он из Голза, да, хаток от Бали. А бад ман гуфтам ба тоё ки дар бозӣ бо дастаи Аргентина вақте ки ҳисоб 3-1 буд бо зарба 11 метра Рустам Сойиров зада буд голи хуб бисёр хуб зада буд ва барои ман гуфтам ки он голи хуб гоб мезанад аммо чӣ хеле шуд ки бо бачаҳо якбора ба майдон даромаданд ҳам ҳариф ва ҳамо довар аз сари нав ба қафо гардон ҳолатро ва аз сари нав зад бо ҳасар нав бо голи хуб зад барои ҳамин ва Рустам камтар вақт дар кор фикр дорам ки Як до Сулпас, як я Бузингарон и Бехтарин, это очень большая ответственность при таком счете за взять и бить пенальти, когда взрослые ребята не берутся за это большая ответственность. Молодец, я приветствую, что у него хватило духа и пробить этот пенальти. Еще была масса времени, когда можно было и сравнять.
Бале, боз само аҷоиб буташ дар ҳамин ки ӯ аввал зад, гол ба эътибор гирифтан шуд. Боз ин як фишори дигар иловагӣ мешавад. Бале, ман як чизи дигар гуфтани ҳастам ки акнун барои ҳам тими миллии Тоҷикистон ва ҳам клубҳои Тоҷикистоне ки дар арсаи байналмилли бозӣ мекунанд, бисёр мушкил хоҳад шуд дар мусобиқаҳои байналмилли бозӣ. Барои чӣ ман мегӯям? Яъне ки дигар дар ҳама мусобиқаҳо ки мо иштирок мекунем, ба моро дигар хел бояд ба мо нигоҳ мекунанд. Чӣ ки мо дар аввали бозӣ гуфтем ки тими Истиқлолро ҳамқадар писанд карданд дар аввали мусобиқаҳо ва баъдтар пушаймон ҳам шуданд. Дигар дар дигар мусобиқаҳо вақте ки тими Истиқлол ё ки ягон тими дигар агар ба мо мусобиқа бал меравад, онҳо аз ҳисоби бозии тими Истиқлол барои мо ба мо дигар хел нигоҳ мекунанд. Яъне ки дигар он намешавад ки мисол гӯем ки тими миллии Тоҷикистон бо дастаи мисол агар гирем Ироқ бозӣ мекунад ва барои Ироқ дастаи тими мунтахаби Тоҷикистон ягон дастаи муъҷиза бошад. Не, дигар ба фикри футболи моро ҳурмат мекунанд, аз мо ба фикри оҳиста оҳиста ҳам метарсанд ва барои ҳамин ҳам барои ба мо ҳам як ҷавобгарӣ зиёдтар ба гардани мо мешавад ки мо тимҳои худро хубтар мунасиб тайёр кунем ва мусобиқаҳои байналмилалӣ. ва боз ҳам мегӯем ки як беҳтарин коре ки Истиқлол кард ин футболи тоҷикро нисбати ба як чанд дараҷа баландтар бардошт. خب در انجام رقابت امور بازی هم بود و ما میتوانیم در اخیر البته به امور رقابت دسته استقلال بر مقابل حریف توجه کنیم. اونجا هم دیده می شود که هرچند فوزی دورکنی تو بنافع دسته اگمکا است، ولی ما کوشش کردیم در اخیر البته به خود بیم. خب 36 فوز دورکنی تو 8 ضربه و 2 ضربه راست، از همین 2 ضربه یکیش البته به گل آورده رسونید و ببینید یک تا در قسم یکم و یک تا در قسم دویم ضربه به قید گرفته شد. کم بیش تغییرات در امور دسته استقلال هست، ولی در مجموع بس هم همون بازیه که بیشتر به خط دفاع تکیه میکنند دیده شد. Конец турнира, физическое состояние у команд уже практически исчерпаны. Истиқлол играет в одном составе, практически ротации нету, замены нету. Играть одним составом 6 игр – это очень тяжело при 30-градусной жаре. Очень сложно, и поэтому отсюда такая статистика идет. Да, мы сегодня подняли статистику 36% владения мячом, но количество передач, количество ударов – это все снизилось. Это все говорит о том, что идет усталость, накопилась усталость. И показать те скорости, которые Истиқлол играл раньше от обороны, бежать в атаку, в контратаку – этого сегодня не было. Вале, ман илова кардани ҳастам. Ман тарафдори он ҳастам ки бошад ки дастаи Истиқлол ҳамагӣ 10% тӯбдорӣ кунад, аммо дар ҳолати даркорӣ голро занад ва ғалаба кунем. Ин хубтар аст дар вақте ки 90% тӯбро тӯбдорӣ мекунӣ ва бозиро ба боғ дучор меоӣ. Ин хубтар аст. Ба фикри ман дар ин рӯз чӣ қадаре ки фоизи мо зиёдтар шавад, аз он ба фикрам дар таъсири он ба ҳамон натиҷаи бозӣ намқад. Хуб натиҷаи бозӣ дар он вақт мешавад ки вақте ки ҳамон сармураббии даста медонад ки чӣ мехоҳад аз бозингарон. Мо қабл аз суҳбат кардем дар бораи Муҳаммадҷон Раимов, вақте ки дар ӯ бозӣ ба дарвозаи ҳариф гол зад, ман фикр дорам ки Муҳаммадҷонро он вақт Левченко барои вақт кашлодии дароварда буд. Аммо ҳамин хел шуд ки ту бисёр хуб ба назди ӯ расид, ту наҳастар бо суръати баланд давид, тубро аз рақиби худ гирифта тубро ба қафо партофт ва мо гол задем. Яъне ки хубтар аст ки гол занӣ ва 10% тубдорӣ кунӣ, аз оне ки 90% тубро тубдорӣ кунӣ бад ба қисми ниҳоӣ роҳат нагирӣ. خوب بینندگان ارجمند، در اخیر بار دیگر به جدول گروه توجه میکنیم و چی طوره که من به خاطر اشاره کردم تنها یک بازی دیگر باقی مونده است در منطقه غرب و عین زمان اون بازی ادامه دارد، ولی اون به نتیجه گروه ما هیچ ربطی ندارد، به اون خاطر که استقلال نو واسه از اونه که در بازی اخیر از اگم کا به حساب 2-1 باخت، چون ما با 10 امتیاز البته در صدر جدول باقی میمونیم و با اشغال جای یکم در گروه آ که واقعا هم یکی از گروه های بسیار جالب ترین در مرحله گروهی لیگ چمپیونهای آسیا بود، با مرحله پلی آف راه افتیم. اکنون البته رقیب ما بدتر معلوم میشود و بازی های مرحله پلی آف باشد. ماهی سپتامبر با نقشه گرفته شدند. اینجا برنامه بعد از بازی به ختمه خود رسیده است. من سپاسگزارم از کارشناسان فوتبال توریجان مومینوف و انور مینزویف که در برنامه حضور داشتند و با فکرهای واقعا سازنده خود در مورد بازی های سپری شده
اندیشه‌هایشون رو بیان کردند و با استقلال در بوزوی در پیش ایستاده و بوسم بو سری بلند معرفی کردن فوتبال کشور ارزومند آن هستند که میتوانند در انامین گونه مسابقه ها به طور واقعا ارزنده بازی کنند و همیشه از استقلال اکنون ما موفقیت و برد و برار را در چنین صحنه های بین المللی فوتبال انتظاریم. با همین برنامه اینجا به خاتمه خود میرسد. تا دورهای دیگر سربلند و موفق باشید. خیر.